خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. عیاد شعبانیه رو تبریک میگم. اینجا بچه‌ها ایرانی که از شبکه جهانی جام جم تقدیمتون میشه. مهمونای خوبی داشتیم. یه مهمون خوب دیگه به جمع ما اضافه شده که دوست صمیمی امید معنویه و خود امید معرفیش میکنه. خیلی خوبه رامتین جان، یکی از نمکی ترین شومنای این کشور. بعد بامزه، خیلی بامزه. میخوام باهات شوخی کنم. چه شوخی؟ چون من با همه جدی اصلا بدون هیچ مقدمه شروع کنم. رام بچم بسم الله. قبل از هر چیزی من سلام عرض می‌کنم. سلام خوش اومدید بینندگان محترم، خدمت دوستای خوبم. امید که از دوستای قدیمی منه، عزیز من. یعنی اول شگی با هم دیگه بزرگ شدیم؟ نه اونقدر قدیمی نه، ولی واقعا از اساتید خوب در زمینه خوانندگی و صدا. استاد شمایی که وقتی آفرین برای همین سازت نوشابه باشه. استاد رامبد وقتی سازشو دست میگیره میگه این همون شومن تغییر صداست؟ اختیاره. آره چون قبل از این کار آهنگسازی بسیار قدر تنظیم هم میکنه. من این نکته رو هم بگم، بابا جون کار تنظیم آهنگسازی هم میکنه که خیلی هنرمنده، اما بیشتر الان و امروز در این برنامه میخوام از حنجره طلاییش بشنویم صداهای مختلف بازیگران رو. اونا که من دوست دارم بریم خودت شروع کن. میدونم هموطنان عزیزم همونا رو دوست دارم. ویژه من شنیدم که قشنگ صحبت میکنی با صدای بازیگر. فداتون بشم. صدای من چقدر قشنگ شده. صدای شما خیلی قشنگه. مواظب صدات باش همینجور. خب همینجور من خیلی دوستش دارم. از ته 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 دلم واقعا دوستش دارم. مثل خودش دارم. حالا دیدی؟ خب دیروز یه اتفاق خیلی بدی افتاد برای ما. یعنی کلن توی جمع خود همشهری خودمون بگیم توی تهران سونامی شد دیروز، نه؟ آره طوفان خیلی شدیدی بود که خیلی از خبرگزاری‌ها منعکس کردن. ولی ترسیدم گفتم الان کلن خونه از جا بلند نمیشه. تایمون خیلی کم. بله من خیلی فقط سریع بگم، من تو قبل از اینکه اتفاق بیفته از خیابون داشتم رد میشم، دیدم یه باد طوفان شد شدید، اصلا خیلی وضعیت خیلی اسفباری بود. بعد دیدم که فیلم برداریه تو خیابون، خب عوامل صحنه و لوکیشن و اینا. بعد جناب آقای فخیم‌زاده رو من دیدم. خب استاد فخیم‌زاده من واقعا دوستش دارم. ایشون رو دیدم بنده خدا داشت راه میرفت، سوار ماشینش می‌خواست بشه، یه پلانی باید میگرفتن اونطور دیگه، چون دیگه باد و سر ساختمون 85 که نبودن. نمیدونم دقیقاً چه فیلمی، من داشتم همینجوری گذری رد میشم قبل از اینکه اون دیگه خیلی شدید بشه که بعدش اومدم خونه. ایشونو دیدم بعد همون لحظه یه دونه درخت، آقا اینجا هم درخت دیدیم. آره درخت زیاد نشه البته، سه چهار تا دونه این درخت رو بزن بغل هم. شاخاش دیروز کنده شد. یه همچین درخت بود. درخت. درخت میافته رو ماشین این بنده خدا. رو ماشین آقای فخیم زاده. دقیقاً. خب می‌خواست در باز کنه به این صورت. جان چی می‌کنی؟ قلبم گرفتش، صدام گرفتش. آی من گفتم آقا یه آب تنگ بینیم برای بنده خدا. بنده خدا آره زنگ بزنم حالشون بپرسم. اون ورترم محمد رضا فروتن یه صحنه داشتن میگرفتن ازش. من محمد رضا رو خیلی دوستش دارم. توی پاتولم بود. پاتوله استارت نمیخورد. اینجوری بود. چرا ماشین من چرا روشن نمیشه؟ آقای تهیه کننده ماشینت خرابه. ماشین خرابه روشن نمیشه، میخوام گریه کنم. همش میخوام گریه کنم. بعد آخر سر ماشین روشن. بعد خلاصه صحنه رو گرفت. صحنه رو گرفتن و یه ذره جلوتر من دیدم اه بابا حامد بدادم که اونجاست. یه مینیبوس بود. چه جالب، حالا همه تو طوفان هم تو خیابون بودن. حالش وقت نیستن، حالا عاد این روز تو طوفان همه تو خیابونن. یه مینیبوس بودش. حامد از توی مینیبوس بعد پیاده میشد. بعد همون لحظه مینیبوس بعد حرکت میکرد. مینیبوسی که بچه بودیم. میمدن مدرسه دنبالم. صداش اینجوری بود. بعد اون لحظه بعد میزد تو دنده دیگه. حامد بعد میپرید بیرون. دنده جا نرفت. ای بابا دنده رو دوست کن دیگه، من اعصاب ندارم. ده بار من داد سونامی شده، زلزله شده، دیوارم خرید. برا بابا عالی عالی. خب بعد خلاصه که جالب بود دیگه. من یه ذره اونورتر هم دیدم استاد محمد رضا داوود نژاد. بله دیگه معرف حضور همه بینندگان هستن، کارگردان تهیه کننده و بازیگر خوب سینما و تلویزیون. ایشون خیلی ناراحت بود بنده خدا. بابا امروز هم اومدیم یه دونه فیلم بگیریم. ای بابا اون وانت مزدار بیار اینجا ببینم اصلا.
وارد مزه اون بر بود. از مزه قدیمی اگزوزش هم بنده خواست سوراخ. دیدم گوله داره میاد. اصغر رفت ماشین براش. چی کار کردی؟ همین یه ماشین بود دیگه. باید ده روز دیگه سخت. عالی بود. عالی عالی. دیگه بازیگران دیگه نه دیگه بازیگران دیگه نه آره متأسفانه وقتمون هم کمه میخوام بیشتر بشنویم چند دقیقه وقت دیدی آره فقط یه دقیقه داشته باشیم آره سعی می‌کنم تیتراژ هم بگیم آره تیتراژ هم یه یادی من می‌خوام بکنم از کارتون پسر شجاع که ما بچه کارتون هم خوبه آره آره شما بچه بودیم ما فکر نمی‌کنم بزرگ بودیم ما هم بچه بودیم با هم دیگه اون بردارم ببینن خاطره است واسه شون دقیقاً پسر من دوباره پشت کوه نفیم دنبال اون گلدن مادرم مریض شده بده آه پسره برو فقط سری بیا باشه خدافز پسر شجا پسر شجا کجا داری میری منم با خونت بمن به توش رفت نده روبا من میرم فهم میکردم زود میام زود میام خدافز پیزار از آزاو با چوب زارا تو دو چوبا پشت کو برا بیا پسر شجا من شیفون چیم بین شیفون بنده دم منم با خونت بمن پسر شجا آمپولت بزن پسر شجا آفرین 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 سیستم دیگه وقت داشت آره هی کشا من همینجا قول میگیرم حتما یه برنامه دیگه بیا برنامه زیاد آخرین حرفتون مشتاقم اتفاقا با رامتین جان خونه ایشون دعوت خدا حفظی خدا حفظی خدا حفظی آخرین حرف جان متشکرم من حرفی ندارم عیدتون مبارک عید همه مبارک منم همین قبل بگم که وقت رفتن حلالم کن حلالم کن منم رفتم یا علی سپاسگزارم مراقب خودتون باشید خدا هست و جای هیچ نگرانی نیست بدرود خیلی ممنون زهلا مگه وجود داریم حلالت نکنید